بالاخره موقعیت از این بهتر میخواید شما بعدی که اگه اونا نباشن که اونجا مقاومت کنن پشتوانه همین تظاهرات و همین اعتراضات ها چیه دم؟ پشتوانه تا این ما هستی که به تمام خبرهای شما تو CNN، تو رویترز، همه جا شما فقط یه خبر رو یه فیلم به ما برسونی ببینید ما چجوری تو همه جای دنیا داریم میچرخونی خش، من همیشه سایم آفرین، به سمت سرنگونی، یعنی شعاره همه سرنگونی ساعت پنجم توی هفته توره ببین به دوستات بگو همه دوستات بسید کن با هم دیگه بریم خب آنچه شنیدید بخشی از مکالمات یک نفر از منافقین پایگاه انگلیس با یکی از منافقین دستگیر شده در اغتشاشات اخیر بود. در واقع سرپل من که خانمی به نام زهره بود که از اروپا و کشور انگلیس با من تماس میگرفت از اونجا من اداره میکرد، بعد انتخابات تماس اون دو برابر شده بود. نه قبل انتخابات که شان مثلا ماهی یه دفعه با من تماس میگرفت، بعد انتخابات شده بود مثلا روزی دو دفعه، روزی سه دفعه با من تماس میگرفت که به من میگفت که بین مردم برم و اتوبوسایی که بین مردم میرم وارد اتوبوس شم و مردم از اتوبوس پیاده کنیم و اتوبوس رو آتیش بزنیم. بعد بازداشت شده و اعضای چند تیم دیگر در مقر منافقین در عراق آموزش دیدند و بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم فعالیت گسترده‌ای را برای هدایت و گسترش اغتشاشات و آشوب‌ها سازمان دادند. منظوری که سازمان به ما داده بود این بود که ما مردم رو وادار کنیم به کاری که سازمان از ما می‌خواست. طی سه ماهی که من تو مقر اشرف بودم آموزش‌هایی به من می‌دادن که من بتونم تو تهران مثلا تو شهرمون تو ایران پیاده کنم که یکیش مثلا سلاح دست گرفتن بود، اتوبوساتی زدن، حمله به پایگاه ها. اطلاعات به دست آمده نشان میدهد پایگاه منافقین در انگلیس مسئولیت اصلی هدایت عناصر داخلی و دامن زدن به اغتشاشات را بر عهده داشته است. شما طبق اون قولی که خودت دادی، طبق اون خلاصه مسئولیتی که خودت احساس میکنی و طبق همه حرفایی که قبلا خودت زدی خیلی انتظار دیگه از شما داریم، اینکه همش تو صحنه باشی و به ما گزارش بدی، خبرها رو به ما بدی. شما خیلی خودتون رو خوب میدونیم. مراکز دولتی رو آتش بزنیم، بعد جنگ مسلحانه بخوایم داشته باشیم، بعد از قبیل به هم زدن خیابونا، به آتش کشیدن ها، بعد تو همین مدت هم که سازمان همچین چیزایی که از ما میخواست، از اون بر یعنی از انگلیس زهره در واقع ارتباطش با من خیلی بیشتر کرده بود و از من تونتون از من اخبار میخواست، از من گزارش میخواست. اعضای بازداشت شده گروهک تروریستی منافقین اطلاعات وسیعی درباره پشت صحنه اغتشاشات اخیر بیان کردند که در موقع لازم به اطلاع مردم خواهد رسید.